به نام دادار دادستان درود بر ملت شریف ایران شما خودتون به وضوح دارید میبینید که موضوع طالبان و پنشیر توسط ادعی معلوم الحال تبدیل به موضوع اول ما شده و مشکلات بیماری و مسائل معیشتی داره به دست فراموشی سپرده میشه به نظر میرسه یک کاست بسته از اصلاح طلبانی که از قدرت کنار گذاشته شدن با اعتلاف با بنی صدری ها و برخی عناصر مشکوک اون طرف آب اتاق فکر این جنجال ها رو تشکیل میدن و البته اینها یه سری سیاهی لشکر هم دارن که آگاهانه یا ناآگاهانه به این جنجال ها دامن میزنن بعدا راجع به این اتاق فکر و این اعتلاف موسه که همهشون هم به خون هم تشنهند مفصل با هم صحبت میکنیم اما مهمترین دلیلی که برخی از اصلاح طلبان مترود از قدرت روی موضوع طالبان و پنجشیر شیر مانور میدن اینه که برخی از اونها باز تاکید میکنم برخی از اونها از رانت های 20 میلیون دلاری استفاده میکنن که مربوط به پولی هست که برای گسترش دموکراسی در ایران اختصاص داده شده الان مشخص شده که این افراد از طریق گروهک هایی که ظرف ده سال گذشته در افغانستان درست شده و از حقوق بشر و از حقوق زنان صحبت می کنن اما در حقیقت حقوق زنان را به نفع خودشون بالا میکشند به این پول ها دسترسی داشتند حالا این کانال پولی و ارتباطی به خاطر اومدن طالبان از دست رفته به خاطر اینه که این همه تو سر خودشون میزنن و میگن که حتی ایران باید با طالبان وارد جنگ بشه به حساب ملت ایران که به نفع اونا تموم بشه متاسفانه این گروه ها به خصوص اونهایی که در داخل ایران هستند برای رسیدن به اهداف خودشون از هیچ دروغی هم ابایی ندارن مثلا گفتن پهبادهای پاکستان مسعود رو ترور کردن جالبه که پنتاگون به طور رسمی این خبر رو تایید نکرده یک مقام نظامی این خبر رو منتشر کرده که البته اینم برای این بوده که مردم فردا نگن که چرا آمریکا این همه تسلیحات و این پهبادها رو برای طالبان اونجا گذاشته گزش، و خودش دروغ دیگه اونها این بوده که سعی کردن از دوره احمد شاه مسعود یک دوره طلایی بسازن همه میدونیم که احمد شاه مسعود بازمانده دولت برهان دین ربانی بود که پس از سقوط کمونیست ها در افغانستان روی کار اومد اما انقدر بیکفایت بود که خیلی زود مقدمات جنگ داخلی در افغانستان فراهم شد که نتیجهش روی کار اومدن طالبان بود کسانی که بازگشت به دوره مسعود رو تبلیغ می کنن مثل همون افرادی هستند که بازگشت به دوره طلایی امام رو تبلیغ می کنن. دروغ دیگه اونها راجع به کتابیه که در ایران چاپ شده و زندگی نامه احمد شاه مسعوده گفته شده مسعود در سن 34 سالگی با یک دختر 17 ساله ازدواج کرده ازدواجی که طبق معیارهای خودشون طبق معیارهای اون افرادی که از حقوق زنان و نمیدونم از حقوق بشر صحبت میکنن کودک همسری تلقی میشه جالبه که در این کتاب اومده مسعود روز اول به خاطر اینکه اون دختر خانم سن و سالش کم بوده مرتکب هیچ خطپی نشده همین جمله نشون میده که سن اون دختر به مراتب کمتر از 17 سال بوده نویسنده ی کتاب چون خودش, خودش رو فعال حقوق زنان میدونسته ترجیح داده یک دختر 14 یا 15 ساله رو 17 ساله معرفی کنه تا مشمول کودک همسری تلقی نشه گرچه که همون 17 سالم هم باز مشمول کودک همسری تلقی میشه طبق میارهای خود اینها میگن من نمیدونم چرا فعالین پولکی حقوق زنان اینجا به این موضوع توجه نکردن در این چند سال ثابت شده که به اصطلاح فعالین حقوق بشر یا فعالین زنان هرچه به نفعشون باشه میبینن و هرچه به نفعشون نباشه نمیبینن قبلا همین رفتارها سابقه داشته همه دیدید وقتی اون آقای اصلاح طلب همسر دومش رو به قتل رسوند این فعالین پولکی چطور چشمشون رو روی شرف و انسانیت بستند و چه تهمت‌هایی که نصار اون خانم نکردند متاسفانه یکی از دلایل عدم پیشرفت ما در سالهای اخیر این بوده که همه چی پولکی شده حتی شرف و انسانیت و حقوق انسانها هم مورد خرید و فروش قرار می